خسته درد نکنه اکبر آقا. به به عجب املتی شده. آقا نمیشه که ما بخوریم شما وایسی نگاه کنید. یه لقمه بزن آقا. املت اکبر عموه. بخور دیگه. یه لقمه برات میگیرم. بخور دیگه. بنان. آقا اولش همدیگر بقید کرده بودم. انگاهی 100 سال همدیگر رو نهیده بودم. قرارشون تو باشگاه استوانی بود. یه ساعت داشتم با هم حرف میزدم. بعدش کجا رفتم؟ هر کی یه بری رفت. به خودم گفتم هرمز اون جوانه رو بیخه. اون که معلومه. یه راست میره خونش. گفتدم دنبال اون دومی هم. اون بابا هم رفت جلوی در همون خونه. کنون خونه؟ آقا همون خونه که با هم رفتیم دیگه. خونه عیونیه. بهتون گفتم که همون رقیب عشق شما. فکر کنم از اولم دنبال همین بابا بوده. هی این پا اون پا میکرد. یه دلش میگفت بره یه دلش میگفت نره. یه لقمه بگیرم. دنبالی آپارتمان میگردم اینجا برای خرید. نداریم. نداریم که نمیشه. شنیدم دوا 21 میفروشه. خانم اعتصام؟ خانم اعتصام شنیدم اگه پول خوب بدم فروشنده است. فکر نمی کنم. اونا بعضیشون خوبه. بعدم بفروشن کجا برن؟ یک کاخ داشتن ازشون گرفتن. شوهرشو اعدام کردم ولی اسمشو توی اعدامیا ندیدم. اعدام برای چی؟ میگن شوهر خانم اعتصام از نظامی رد بالا بوده. یه عده میگن فرار کرده، یه عده میگن اعدامش کردن. الله اعلم. خب این خانم اعتصام تنها زندگی میکنه؟ خدمتکار داره. پسرش هم تازه خارج اومده. برای خرید باید با اون صحبت کن. کسی کار دیگه تو تهران نداره؟ شما چیکار کس و کارش داری؟ خریدار که نیستی؟ مال کمیته ای؟ یافه من میخوره کمیته ای باشه؟ این روزا همه چی به همه کس میاد. کار تو بگم. دوست داشتن مراسم عروسی ما و شما همزمان برگزار شد. قسمت نبود. باز واقعا جای شکرش باقیه شما رفتین سر خون زندگیتون. من و سیمین که شرایطمون هستن. بگذاریم. نسخایی میکنم که ازتون خواهش کردم رستوران تشریف بیارین. من هم به خاطر خرید خونتون، هم به خاطر ازدواجتون وظیفه خودم میدونستم منزلتون خدمت برسم و اونجا این هدیه رو تقدیمتون کنم. ولی شرایط روحی سیمینو که خودتون بهتر میدونید. دوست نداشتم خود نکره برای سوء تفاهم پیش بیاد. در هر حال خیلی مبارکتون باشه. خیلی ممنون، واقعا زحمت کشیدین. خواهش. ممنون. سیمین جان عموما دوست نداره کسی توی کارش دخالت بکنه، بر همین ما خبر نداشتیم که شما برگشتید. اتفاقا این دفعه میخوام ازتون خواهش کنم تو کارش دخالت کنیم. یعنی یه جوری کمکش کنیم که یه تصمیم درست بگیره، از سردرگمی در بیاد. من فکر میکنم قضیه اداره شرکت و سرپرستی بچه‌ها بهونه است. خودش احساس نمیکنه بهونه است، احساس میکنه داره فداکاری میکنه. اگر اینجوریه که من در مورد پگاه باهاش صحبت کردم، گفتم با خودمون ببریمش، دانیال هم بمونه پیش شما، ولی متاسفانه اینم قبول نکرد. من میخواستم ازتون خواهش کنم بهش کمک کنین که تصمیم درستی بگیره. فکر میکنم هرچی از اینجا دورتر باشه سریعتر میتونه خودشو پیدا کنه. لااقل امیدوارم. من همه سعیمو میکنم. ممنون.
این رستوران و اون میز آخرین جایی که ما با هم قرار گذاشتیم. آخر همین هفته قرار شد اگر اومد معنیش این باشه که شرایطو پذیرفت و با من میاد پاریس. اگرم نیاد، خدایی نکرده البته، معنیش اینه که همه چی تموم شده. میخوام ازتون خواهش کنم کمک کنید این اتفاق نیفته. انشاءالله که این اتفاق نمیفته. به امید خدا. بفرمایید. یه نکته دیگه در مورد سهیلا خانم. سهیلا چی شده؟ اتفاق خاصی نیفتاده، فقط در مورد اقامت فرانسه و شرایط تحصیل تو پاریس ازم میپرسی. مگه سهیلا میخواد بره؟ نمیدونم. در هر حال وظیفه خودم میدونستم شما رو در جریان بذارم. لطف کردی. باز میخوام پرچونگی کردم. بفرمایید. ممنون. بهناز از اون طرف آب تعریف کرد که سهیلا هم هوایی شده. بابا من چه ربطی داره؟ بیخود ننید گردن من آم. اگه نشیدی خودش گفت اون برای آبی آشنا داره. همین خواهری که این برای آب داره برای هفت پشتش بسته. تفرک میخواد هر طور که شده از اون خونه فرار کنه. تو که داشتی سهیلا لغمون گفتی واسه داداشه. راستش بهتر که نشد. دلم میسوزه براش. گرفتار خواهرش شده و رفتارای اون. نظرم که مشکل خود سهیلا هم هستش. چرا یه دختر به سن و سال اومده اجازه بده خواهرش تو کارش دخالت کنه؟ بهناز جون خودتو بذار جای اون، بعد قضاوت کن. طفلک پدر مادرش رو که از دست داده، خواهر بزرگش شده همه کارش. فکر من تو خونه ای باشم که هر روز یکی بهم بگه چرا میری، برای چی میری، با کی میری، اصلا تو چرا زنده ای؟ بس دیگه مسخره بازی. ما که مسخرهش نمی کنیم، دلمون به حالش میسوزه. دختره بیچاره معلوم نیست چه آینده ای انتظارشون میکشه. سلام سویلا. چرا ساکت شدین؟ ادامه بدین. مگه من سوژه خندتون نیستم؟ بگی منم بخندم. دلت به حال من میسوزه؟ نه سهیلا، منظور شما رو که خوب فهمیدم. شنیدم میشینی همه جا پشت سر من مثل خاله زنک ها حرف میزنی. تقصیر تو هم نیستا، تقصیر منه که میشینم پیش هر کسی درد و دل میکنم. سهیلا جون همه تو رو دوست دارم. من دوست داشتن آدمایی مثل شماها رو نمیخوام. سهیلا حالا خوب شد؟ راحت شدین؟ سهیلا وای امروز اینا رو ببین چه خوشگله. چه خوب که دوست داشتی. دستتون درد نکنه. دانیال نسوزی. شما هم مثل شکو خانوم خواهری میکنید برام. خدا رحمتشون کنه. مبارک تو مسافر کوچولوت. به موقع میریم، هرچی لازم داشتی میخری. دستتون درد نکنه. حالا بذار فشارتو بگیرم. هر کی نان دهد دندان دهد. هر اون کس که دندان دهد نان دهد. آقا روز چه فرقی میکنه؟ معنیش که یکیه. لباساش که داره جور میشه، اینم گهوارش. گهواره مال بچگی دانیاله. اگه درست نشد یه نوشو میخری. نه چرا نو؟ به این خوبی یه رنگ بزنم از نوشم بهتر میشه. بچم روزی داره. خدا شکر. فشارت هم خوبه. راست میگی؟ بفرما آقا امروز. هی به من میگی نمک نخور. فشارم خوبه. من کاری به غذا خوردن تو دارم؟ وا تو هی به من میگی نمک نخور. بودو. یادت باشه چی بهت گفتم؟ آه اگه سهیلا درد دلی کرد حرفی زد حتما به من. چشم، خیالتون راحت، حتما میگم. سلام. 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 هلم ریختم تو چای بوش میاد؟ دست درد نکنه. چیه؟ رسیده نرسیده میوه رو از دستم گرفتی؟ چایی با هل به ام میدی؟ چه خبره؟ چی میخوای بگی؟ دیشب شهابو دیدیم. منو احمد دعوت کرد رستوران. لابد بهش گفتی منو راضی میکنی؟ آره؟ نه، گفتم تصمیم گیری رو برات راحت میکنم. جالبه. این دفعه دومه که تو احمد آقا راجع به آینده من با شهاب صحبت میکنی.
فکر نمی‌کنی همون دفعه اول واسه 7 پشتم بس بود؟ منظورت چیه؟ دفعه اول تو و احمد آقا رفتین سراغ فرنگ خانم، منو سکه یه پول کردین. بعد اون بود که فرنگ خانم با سنبه پرزور اومد سراغ من که چه میدونم خواهر به این مهربونی داره نگران اون دو تا بچه کوچیکی و اینا. بعدش هم که همه چی به هم خورد. الان همه چی فرق میکنه. همه چی جوره. به جای فرنگ خود شهاب پا پیش گذاشته. بعدم حاضره با هر شرطی که تو داشته باشی بسازه. خیلی ممنون. خودم باید تصمیم بگیرم. یعنی من دیگه حرف نزنم. گفتم که ممنون از محبتت. البته خیلی لطف بزرگیه که تو و احمد آقا میخواین مسئولیت شرکت و خونه و بچه ها و همه رو به عهده بگیرین. هرچی هم من بگم هیچ فایده ای نداره. نه سر سوء تفاهمات هستی. اصلا تصمیم گیریت راجع به ازدواجت با شهاب به خودت مربوطه. اما در مورد سهیلا چرا به من هیچی نگفتی؟ چای بخوریم. اوی دستم خیلی شد. سلام. سلام. خسته نباشی آقا. سلامت باشی. خوبین؟ آبجی سهیلا نگاه کن. تا چوبا خیس میکنیم دیگه آتیش نمیگیره. ببینم. وای راست میگی. چرا سهیلا باید به فکر رفتن از ایران باشه؟ شهاب میگفت دیپلمشو داده ترجمه کردن گواهی فوت برده که پاسپورت بگیره. میدونی یعنی چی؟ الان بابت اینم من مقصرم. مسئول پررو شدن سهیلا منم. کارد رسیده به استخونش. اون از ماجرای خوابگاه، اینم از تقاضایی که از شهاب کرده. این یعنی میخواد از این خونه فرار کنه. چه بلایی سرش آوردی که به یه همچین تصمیمی رسیده؟ من چه بلایی سرش آوردم؟ من... سلام. سهیلا یه دقیقه صبر کن. الان وقتش نیست. من با تو چیکار کردم؟ چه بلایی سرت آوردم که باید بذاری از این خونه بری؟ برای چی رفتی پیش شهاب؟ عجب. پس به همین زودی آورد گذاشت کف دستتون. جواب منو بده. چون احمقم، اعتماد بیجا کردم. فکر کردم جای برادر بزرگتر نداشتمه، میتونم سفره دلمو براش باز کنم. فکر نمیکردم اگه آدم بی‌ظرفیتی باشه. عزیزم شهابم مثل ما فقط نگرانته. نه از نگرانی با سهیلا حرف نزن که اصلا متوجه نمیشه. فقط خودسر شده و گستاخ. من گستاخ و خودسرم؟ خیلی خوب سی میخوام چیکار میخوای بکنی؟ میخوای زندانیم کنی؟ میخوای دست و پامو ببندی؟ چیکار میخوای بکنی؟ بعدش هم نترس آبجی بزرگه. جایی رو ندارم برم. کجا رو گذاشتی که برم؟ اون از ناهید و شاهرخ، اون از خوابگاه، تو دانشگاه انگشت‌نما مزهکه خاص و عامم. سلام و بنزن پایین برم، سلام و بنزن پایین بیام. من دیگه هیچی برای دست دادن ندارم. تو نذاشتی. خودت گوش کن. فعلا تو این خونه هستم چون جایی رو ندارم برم. اما اونجوری که دلم میخواد با هر کیو هر وقت بخوام میرم و میام. از امروز به بعدم هیچ کدومتون حق تعیین تکلیف کردن واسه زندگی منو ندارین.
سلام. سلام. من یه سوالی داشتم ازتون. خواهش میکنم. یه لحظه اجازه بدید الان میام خدمت شما. شهاب من. سلام. سلام عزیزم. سلام. سلام خوب هستی؟ بیتا شهاب. خیلی خوشحالم اینو. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید. بچه‌ها من یکم هم خستم هم سرم درد میکنه. میرم بالا استراحت کنم. شما سر فرصت بشینید گپاتونو بزنید. راحت باشید. خواهش میکنم. خیلی خوش اومدین. بفرمایید خواهش میکنم. ممنونم. قبل از هر چیزی بدون اجازه با تو تماس گرفتم. نه خواهش میکنم. بالاخره مادر دیگه. ممنونم که حرفای منو گوش دادی. این شرایط منو درک کردی. سلام علیکم. بنده رو به جا نمیارین؟ بچه ما رو بشناسن؟ چند روز پیش اومد این شرکت دیدن سیمین خانوم. کیانی هستم. شما به خودتون اجازه میدی منو تعقیب کنی؟ اختیاری نداری تو تعقیب چیه؟ من اینجا بودم. شما رو دیدم گفتم بیام عرض ادب کنم. معرفی نمی کنین؟ نامزدتون هستن؟ یه لحظه منو ببخشین. از همون روز اولی که دیدمت فهمیدم چه آدم حقیر و دنبال دردسری هستی. چی میخوای تو؟ حقیر؟ شما هر شمخیاب بارز زندگی انسانی میشین. با وعده های عشق و عاشق آرامشش ازش میگیرین. سرتون هم جای دیگه گرمه. این حقارت نیست آقای دکتر. من حقیرم، شما مشکل شما دارید که بعدا توضیح بدید. بعد به تو توضیح بدم؟ نه، چرا به من؟ به اون کسی که جاش اینجا خالیه من میخوام دعوتش کنم بیاد اینجا. آیزتون یه لحظه ببخشید. ببخشید، من میتونم تلفن استفاده کنم؟ ببینم مثلا چه غلطی میخوای بکنی؟ هیچی، میخوام زنگ بزنم به سیمین خانم بیان غلط شما رو ببینم. قبل اینکه غلطی بکنی بیا تحقیقتو کامل کن. چیو نگاه میکنی؟ مگه غیر از اینه که میخوای بدونی رابطه من و اون خانم چیه؟ بجام دیگه، بیا. بیتا خانم واقعا عذر میخوام در حضور شما همچین اتفاقایی افتاده. میشه بفرمایید چه صحبتایی بین من و شما رد و بدل شده؟ خب نمیدونم چی بگم. شفاف و واضح بفرمایید چه صحبتایی بین من و شما رد و بدل شده. مادرتون میخواستم منو به شما معرفی کنم. اون وقت من پای تلفنی چی عرض کردم خدمتتون؟ گفتید دو ساله که به خانم دیگه علاقه دارید، نمیتونید به کس دیگه فکر کنید. منم به خاطر فرنگ جون الان اینجام. بفرما. شنیدی؟ گزارش تکمیل شد؟ فکر نکنم کار دیگه ای داشته باشیم. بفرمایید. بهتره که من برم. خدا نگهدار. سهیلا یه لحظه صبر کن. هنوز دستم ناراحتی به خاطر اون روز. باور کن داشتیم شوخی میکردیم. همه نگران وضعیت تو بودن که چقدر سختی میکشی. من خیلی ممنونم از نگرانی همتون. میذاری برم کلاس؟ یکم دیرتر بریم چیزی نمیشه. باید یه کاری داشتم. بفرمایید. منم همین موقعیت تو رو داشتم. وقتی خوابگاه بودم وابسته به برادرم بودم. وقتی ازش پول میخواستم کلی سیمجی من میکرد. اما وقتی که مستقل شدم فقط واسه احوالپرسی میرم سراغش. خوش به حالت. فهمیدی سهیلا منظورمو گرفتی؟ وقتی خوش به حالم شد که دستم تو جیب خودم بود. این کار کردم دیگه به پولش احتیاجی نداشتم. سهیلا راهش همینه. به جای اینکه همش فکر فرار از خونه و مملکت باشی، باید همینجا آدم خودت باشی. بهش فکر میکنم. سهیلا گفتم که بهش فکر میکنم. پس کی میرسیم؟ یه ساعت دارم. نیست دیگه. ببین مغازشو. اینه؟ آره ببین. خوشگله. کسی نیست؟ کتای اون؟ بیا شکر. کتی؟ مدیر نمیخواستی؟ من که هر کاری کردم تو یکی به دام نیفتادی. که اگه میفتادی واقعا مدیر اینجا میشدیم. این هم اولین و آخرین چایی که براتون میزم. سهیلا جون اینم اضافه کن که کتی خستگی ناپذیره. چراغ اینجا خروسون روشنه تا بوغ سنگ.
امیدوارم که از بعدیام هم بهش گفته باشی. بعدیش اینه که یه ذره سخت گیره. اینی که دارم بهت معرفی میکنم تکه مثل خودت. خب حالا کار کردی؟ نه. ما اینجا به یه فروشنده احتیاج داریم. چه روزایی میتونی بیای؟ من فقط روزای زوج دانشگاه کلاس دارم. سلام. سلام داداشم کیوان. سلام. ایشونم سهیلا خانوم دوست و همکلاسی هدیه است که اومده برای کار. خیلی خوش اومدین. خوبین؟ ببین این لباسا همش خراب و ایراد داره، باید مرجوع کنیم بریم. همه رو جمع کن پس بفرست. باش. گفتی چه روزایی میتونی بیای؟ به غیر از روزای زوج هر وقت که بگین. خیلی خب پس از فردا میتونی بیای. کیوان! کیوان! انقدر منتظر مونی پدرشی؟ الان داری یه گهواره کنه زوار در رفتار رای میزنی؟ به این خوبی چشه؟ به خودم میگفتی. من اصلا یه سیسمونی کامل خودم برات میخوام. خوبه؟ خیلی ممنون، راضی به زحمت نیستی. شما تازه واسه من کار پیدا کردی، کلی شرمندت شدیم. ببخشید آخ تقصیر خودت شد، خودت یو گذاشی رفتی. خدا رو شکر دولتی سر حاجی خدا بیامرز دستم به دهنم میرسه. اونی که اون بالا است حالا لنگم نذاشته، از این به بعدم لنگ نمیذاره. یعنی فقط حاجی؟ هیچ کس دیگه هیچ محبتی هیچ وقت به تو نکرد؟ اگه منظورت خودته برو یه فکری به حال رودهات کن که یکیش هم راست نیست. من چه دروغی طالب شما گفتم؟ تو نگفتی که سیمی خانم نمیخواد ما اینجا بمونیم؟ اون که بنده خدا اومد از ما خواهش کرد که اینجا وایستیم. چرا گفتم؟ شاید نظرش عوض شده. سلام سیمی خانم. سلام. راستش اومدم بهتون تبریک بگم. بانک با واممون موافقت کرد. تنها کاری که باید انجام بدیم اینه که وثیقه ملکی رو به پرونده اضافه کنیم که کامل بشه. آقای معینی هم قول دادن که هفته دیگه پول رو به حساب شرکت واریز کنم. زحمتش شما کشیدی. اختیار داریم. البته کمی دوچار تردید شدم. تردید برای چی؟ اول حالی که شما دارین و بعدم تصمیم احتمالی که ممکنه بگیرید. منظورتون چیه؟ راستش تبریک دوم من به خاطر همین موضوعه. ببینید از زمانی که آقای دکتر برگشتن من حس کردم که فکر ازدواج با ایشون دوباره در شما زنده شده. اصلا حسادت نمی کنم و اصلا فکر نکنید دارم حسودی می کنم. اتفاقا برای شما خیلی خوشحالم. برای خودم خیلی ناراحت. من متوجه منظورتون نمیشم. من اصلا نمیخوام شما رو دست بدم. منظورم توی شرکت، توی کاره. از اون زمانی که من دارم با شما کار میکنم یاد گرفتم که جلوی مشکلات بایستم. امید زندگی کردم و کار کردن در من دوباره به وجود اومد. روحیه مقاوم شما باعث شد بتونم به شرکت رونق بدم و آینده خوبی رو براش رقم بزنم. اما اینا هیچ کدوم باعث نمیشه بخوام مانع خوشبختی شما بشم. نظر لطفتونه. اما با این وجود متوجه تردیدهای شما شدم. میدونم که انتخاب خیلی سختی رو پیش رو دارید. اگرچه اندازه علاقه من برای کار کردن با شما ممکنه قسمت خیلی کمی از این تردید باشه، اما خیلی بهتون حق میدم.
که نگران بچه ها و آیندهشون، این خونه، شرکت و تمام زحماتی باشید که تا حالا کشیدید و این باعث بشه که تردیدتون دوچندان بشه و نتونید تصمیم بگیرید. شما خیلی خوب منو درک میکنی. البته میخوام جسارت کنم و فراترم برم. گیریم که شما از ایران رفتید، نسرین خانم جای شما رو تو این خونه میگیرن و شاید، فقط شاید بتونن مثل شما از پس کارهای بچه ها بر بیان. محمد آقا هم صاحب شرکت میشن و تمام زحماتی که تا به الان کشیدیم و به ثمر رسیده نصیب ایشون میشه. موضوع اصلی فکر میکنم آینده و موقعیتیه که شما در قربت داریم و ممکنه تمام رویاهاتون رو دست بدید. من فکر میکنم این تردید اصلی شما توی زندگیتونه. تو این چند ماهی که شما به کل آقای دکتر رو فراموش کرده بودین و ایشون برگشتن، با خودم داشتم فکر میگم تو این چند ماه چه اتفاقی افتاد که ایشون دوباره امیدوار شدن که شاید شما بخواین به ازدواج با ایشون دوباره فکر کنید. خودم شاید فکر کردن بار سنگین و مسئولیت زندگی باعث شده شما یه آدم آسیب پذیر بشین و یه آدم آسیب دیده رو خیلی راحت آدم میتونه به خودش جلب کنه. آدمی که تب مسئولیت برای خانوادهش رو دیگه دست داده و فقط داره به خودش فکر میکنه. اما این اصلا تصویری نیست که من بخوام از شما ببینم. چیزی که من دوست دارم از شما ببینم همون سیمینیه که جلوی تمام مشکلات با شهامت و جسارت میسته و هیچ وقت به خاطر مشکلات شخصی پشت به خانوادش نمی کنه. حالا ببخشید بیشتر از گلی من پامو دراز کردم. انگیزه من فقط علاقه به شما و سرنوشتتونه. اگر مطمئن بشم تصمیمتون رو گرفتید، هیچ دلیل دیگه ای برام وجود نداره که تو اون شرکت کار کنم و این وام رو بگیرم. منم اگه اجازه بدین از خدمتون مرخص بشم. صبر کنین آقای کیانی. میرم سند رو بیارم. تا کیسی میخانم؟ تا کی میخوای با خودت لج کنی؟ بس کنی خودخواهی و غرور رو. چرا متوجه موقعیت خودت نیستی؟ شهاب برگشته، هنوزم عاشقانه میخوادت. دیدت برای چیه؟ من وقتی خود خواهم که بخوام برم به زندگیمو به هیچ کی فکر نکنم. بچه ها، خونه، شرکت، اونا چی میشن؟ مردم چی میگن؟ که میخوای برای حرف مردم زندگی کنی؟
چه زود یادت رفت قولی که به پدر مادرت دادی. رفتنت جز فرار هیچ معنی دیگه ای نداره. خودت فکر کن، تو حق داری خوشبخت بشی. خوشبختی من همینه، انجام وظیفه، کاری که به خاطرش با همه جنگیدم. انقدر ترسو نیستم که بخوام فرار کنم، انقدرم ذلیل و بدبخت نشدم که بخوام به هر شرایطی تن بدم. چی تو قربت انتظار منو میکشه وقتی همه فکر و ذکرم اینجاست؟ بذار اقداد کار خودشونو بکنن، بذار اون گذشته سخت سرنوشته تو دستش بگیره، ازت یه آدم ضعیف بسازه. من عقده ای نیستم، دارم به وظیفم عمل میکنم. هر کاری میکنی خودت باش، بذار روحت نفس بکشه از این همه فشار. سرکار خانم اقبالی، خدمت شما. جناب آقای کاشانی، خدمت شما. باید نمیدونم اسمشو چی بذارم. گوش دادم به ندای قلب خودم یا امید به تغییر سیمی. هرچی که هست دوست داشتم انجامش بدم، لااقل برای تسکین خودم، که بعدم به خودم بگم میتونستی کمکش کنی یا کردی. مسیح خانم،
کسی که داره غرق میشه رو میشه کمک کرد، به شرطی که خودش به شرایطش واقف باشه، بفهمه داره غرق میشه. دستش رو سمتت دراز کنه. سیمین اصلا متوجه نیست. اصلا بگذاریم، شاید اونم دلیل خودش داره. تماس گرفتم ازتون خدافظی کنم. به همسرتون سلام برسون. ممنون. خدا نگهدار. بهتون میارم. نه من کاری ندارم، اگر چیزی تو دلت به من بگو. تا حالا اینجا نیومده بودی. شاید بشه کارخونه پدر بزرگی رو دوباره سرپا کرد. شما رفتین هتل شهاب؟ خسروی که گم و گور شد، بقیه سرنخام یکی یکی دارن ناپدید میشه. خب سیمین خانم دیگه همه چی تموم شده، شما دیگه فراموش کنین همه چیز رو، پیش فکر نکنین.